دروازه‌ای بین شرق و غرب. بلگراد پایتخت صربستان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای اروپا به شمار می‌آید. در این شهر مردم از فرهنگ‌های مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. گذشته و آینده در بلگراد با هم ملاقات می‌کنند. رود ساوا در بلگراد به رود دانوب می‌پیوندد. بلگراد امروز به خاطر جاذبه‌های گردشگری جادویی‌اش مشهور است. بازدید از قلعه بلگراد در پارک کالمگدان مانند سفری به گذشته است. اولین دیوارهای این قلعه در قرن سوم پیش از میلاد مسیح در محل تلاقی رود دانوب و ساوا و توسط سلت‌ها ساخته شد. بعدها رومی‌ها قلعه را تسخیر کردند. این قلعه در کل 44 بار ویران شده. با قدم زدن در اینجا می توانید به گذشته سفر کنید. این دیوار مربوط به رومیان و این بخش دیوار هم مربوط به صربستان در قرون وسطا است. الان هم روی دیوار مربوط به پادشاهی اتریش مجارستان قدم می زنیم. این قلعه تاکنون شاهد 122 جنگ بوده است. ارزش‌های آن در زمان جنگ جهانی اول و دوم برای دفاع از شهر استفاده می شده است. در داخل کلیسای روژیتسا در قلعه بلگراد چلچراغ‌هایی را می‌بینیم که با فشنگ ساخته شدند که معنای بسیار عمیقی دارند. بلگراد دیگر نباید هرگز صحنه جنگ باشد. در کناره دیگر رود ساوا با معماری مدرن بلگراد روبرو می‌شویم. ساختمان موزه هنرهای معاصر بلگراد در دهه 60 میلادی ساخته شده. این موزه بعد از یک دهه نوسازی با نمایشگاهی درباره آثار هنری یوگسلاوی و صربستان دوباره افتتاح شده است. هدف نمایشگاه تاکید بر اهمیت میراث هنری یوگسلاوی، ترکیب فرهنگ‌ها و عناصر هنری است که وجود داشته و ما امروز آن را فضای هنری یوگسلاوی می‌نامیم. پورتری رهبر یوگسلاوی با الهام از هنر پاپ در مرکز تصویر است و اطراف آن هم با نشانه‌های تظاهرات مردمی تزیین شده است. معنی این اثر مبهم است و نمیتوانید بفهمید که اثری است هنری. در تایید کیش شخصیت تیتو که فقط با زبان هنری متفاوتی بیان شده یا اینکه با ابهامی طعنه‌دار این کیش را به سخره گرفته است. این پرسش را امروز هم میتوان مطرح کرد. خیابان اسکادرالیا یکی از زیباترین خیابان‌های بلگراد است. این خیابان به طول 400 متر پر است از رستوران‌های قدیمی و نوازندگانی که بی‌وقفه ساز می‌زنند. این ناحیه در قرن 19 محله کلی ها بود و به تدریج به محله برای هنرمندان بلگراد با روحیه کلیوار شد. نمونه‌اش جورایاکشیچ، نقاش و نویسنده معروف سرب است که در خانه در این خیابان زندگی میکرد. جورایاکشیچ شبها در این رستوران با نویسندگان و موسیقیدانهای مشهور ملاقات میکرده. عکس هنرمندان مشهور روی دیوارهای این رستوران دیده می شود. این رستوران در نزدیکی تئاتر ملی بلگراد قرار دارد. بلگراد شهری است پر از تضاد، تضادهایی که برخی اصلا با هم جور در نمی آیند. وجود همین تضادهاست که شهر را زنده می کند و فضایی سحرآمیز خلق می کند که باعث می شود هر کس به بلگراد می آید احساس غربت نمی کند. این ساختمان در آستانه قرن 20 ساخته شده و برای بسیاری از معماران الهام بخش است. در ساختان سبک معماری مختلط اولین قصرهای بلگراد به کار رفته. کار طراحی این ساختمان برای معمارها خیلی جدی بود، چون شالوده‌ای که باید ساختمان‌ها روی آن ساخته شود بسیار نامنظم بود. این ساختمان باید نشان دهنده قدرت و امنیت بانک بلگراد می بود و نشان می‌داد که این بانک نهاد مطمئنی برای سرمایه‌گذاری است. منطقه‌ای که این ساختمان در آن واقع شده قرار است آینده بلگراد را به نمایش بگذارد. پروژه ساحل رودخانه بلگراد یکی از بزرگترین پروژه‌های ساخت و ساز در اروپا است. بنابراین ایده اصلی برای این پروژه برقراری ارتباط مردم با ساحل رودخانه، احیای این ناحیه کنار آب و نزدیک کردن مردم تا حد ممکن به این ناحیه است که تاکنون به حال خود رها شده بود. بلگراد شهری است که هیچ وقت نمی‌خوابد و تنوع کلوب‌های شبانه‌اش منحصر به فرد است.
مسافر و اهل محل، جوان و افراد متشخص می توانند برای حال و هوای مطلوب خود کلوبی پیدا کنند. در ساوامالا هستیم و این بخش اصلی شهر برای خوشگذرانی های شبانه است. این منطقه قدیمی است، اما اکنون شهرت آن به خاطر کلوب های شبانه است که بهترین جا برای حس کردن حال و هوای بلگراد است. زندگی شبانه در بلگراد حال و هوای ویژه خود را دارد و علتش مردم بلگراد و سربها هستند، چون اهل جشن و مهمانی و زندگی هستند. تمام سال در بلگراد هر هفت روز هفته جشن و پایکوبی برقرار است تا مهمانان شهر هیچگاه احساس غربت نکنند.